وقت بخیر. شرار عزیزی هستم. خوش اومدید به این بخش خبری ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. شعارهای ضد حکومتی در راه حمایت اعتراضی مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر. مولوی عبدالحمید میگوید وقتی مردم حاکمی را نخواهند او باید کنار برود. ما گفتیم صلح، هم میگم نه، بعضی میگن که نه صلح نه. اعتراض به محدودیت‌های عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی. در سنندج معترضان خواستار آزادی ماموستا ابراهیم و ماموستا لقمان شدند. مردم گالیکش هم خواستار رفع حصر مولوی گرگیج شدند. نشست ویژه برای حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران با حضور رئیس و اعضای پارلمان فرانسه. تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران و حمایت از مردم ایران برای استقرار یک حکومت دموکراتیک از اهداف این نشست است. شرکت کنندگان خواستار اخراج سفیر و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس هستند. و اظهار نظر رئیس سازمان سیا درباره خیزش انقلابی مردم ایران. ویلیام برنز میگوید جمهوری اسلامی سرکوب را تمرین کرده اما توان پاسخ دادن به جوانان و زنان ایرانی را ندارد. ساعت 17 به وقت تهران. خوش اومدید به این مجموعه خبری از ایران اینترنشنال. در اینجا نگاهی داریم به تازه ترین ها از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و دیگر اخبار و تحولات از ایران و جهان. در یک جمعه اعتراضی دیگر مردم زاهدان پس از نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید به خیابان‌ها آمدند و در راهپیمایی گسترده اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. جمعه‌های اعتراضی در زاهدان که بیش از 4 ماه است هر هفته تکرار می‌شوند. پس از نماز جمعه خونین آغاز شدند و تا کنون ادامه دارند. مردم معترض امروز شعارهای علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی دادند و خواهان محاکمه عاملان کشتار در زاهدان و پایان سرکوب شدند. Allah 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 Allah
البته شده است. خامنه‌ای بی غیرت، دهی زجرت مبارک. خامنه‌ای بی غیرت، دهی زجرت مبارک. خامنه‌ای بی غیرت، دهی زجرت مبارک. کرد و بلوچ برادر تشنه خونه، کرد و بلوچ برادر تشنه خونه رهبران. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه امروز بار دیگر از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی سخن گفت. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه خواستار آزادی معترضان زندانی شد و از تهدید بازداشت شدگان و زندانیان انتقاد کرد و همچنین خواستار محاکمه عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان شد. سایر زندانی ها که زندانان، زنان، مردان، جوانان، هنرمندان، دانشگاهیان، از هر طیفی هستند، اینا را آزاد بشن. آزادی این ها خوبی، این آزاد بشه با اینا بشینی، اینا را سوال پیچ نکنید، اینا نه ترسونده نشن، تهدید نشن، بشینید صحبت کنید. اشتباه دایی دارن، اشتباهشون را روشنشون بکنید. حقی دارن، حقا بفذیرید. انصافش امینه. خصوصا زنان، خصوصا کودکان، این کشر، این دوتا کشر خیلی قابل رحم و انسان گاهی ترحم میگیره برای اینا. و این هفته ملاقات داشتم با همه مجروحان، نه آمدن مسجد و حدود نزدیک 600 نفر مجروح، نزدیک 100 نفر کشته های همین جمعه خونین هست. و واقعا در دواری بعضی پا ندارن و 15 نفر تقریبا جنا کسانی که چشمشو کور شده و بعضی قطع نخان و آمدن ما صحبتی کردیم با اونها، تسلیه دادی و بیارال خواسته همه این اینه که بیارال رحمت پرونده رسیدگی بشه. کسانی که واقعا عامل بودن، کسانی که عامل و دستور دهنده هستن، انتظار آنه که بیارال این ها مجازات بشه. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از خطبه‌هایش با انتقاد از عملکرد حاکمیت توصیه کرد نگاه به بیرون باید مبتنی بر صلح باشد و توجه حکومت باید به درون کشور باشد. به گفته مولوی عبدالحمید اگر نگاه حکومت به داخل بود امروز شکم مردم سیر و جیبشان پر بود. بیرون نگاه حاکمیت و مسئولان نگاه صلح باشه و نگاه درونی را تقویت کنه، نگاه به ملت باشه. امروز از همین دردهایی که مردم فریاد میزنانه که نگاه درونی ما ضعیف بوده، ما باید تمرکز میکردیم به درون و درون میساختیم. امروز پول ما باید یکی از ارزشمندترین پولای منطقه بود. اگر این نگاه های ما درونی می شد تا نگاه بیرونی، و امروز ملت سیر بود، ملت گرسنه، مردم گرسنه، مردم فقیره و مردم ایران حقشون بود، شایسته ملت خوب بود شکمش سیر بشه، جیبش پر بشه، به توانه بخوری و به دیگران بده. اگر نگاه را ما درونی می کردیم به خیلی چیزا درسته، سلاح خوبه که ما در صنعت تسلیحات و سلاح سازی پیشرفت کردیم، خوب هستیم برای دفاع ما، ولی وقت نگاه صلح آمیز باشه. ما از این که در صنعت سلاح‌سازی هزینه بالاتر کنیم، ما در صنعت‌های دیگر باید این هزینه را می‌کنیم.
همراه هستیم با فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر از لندن. خانم بلوچ، توی نماز جمعه امروز زاهدان شاهد بودیم که مولوی عبدالحمید نگاهش رو از داخل مرزهای ایران فراتر برده و انتقاد کرد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی که مبتنی بر صلح نیست و باعث وضعیت فعلی در جامعه ایران شده. فکر می‌کنید که چرا اینقدر تمرکز رو حالا داره گسترده‌تر می‌کنه مولوی عبدالحمید؟ درود به شما و بینندگان محترم برنامه. بله، همونطور که شاهد بودیم در خطبه های مولوی عبدالحمید که تغییر، در واقع خواستار تغییر سیاست های نظام هم در داخل و هم در خارج کشور شدن. خب ببینید، مولوی عبدالحمید در تمام هفته های گذشته در واقع به یک شکل دیگه این مسائل رو مطرح کردن، در مورد اینکه مردم ایران حقشونه که یک زندگی بهتر داشته باشن، حقشونه به قول معروف شکمشون سیر باشه، جیبشون پر از پول باشه، با تمام امکانات و منابعی که کشور ایران داره، چون کشور ایران کشور ثروتمند هستش. اما مسئله‌ای که اینجا هستش کیه که ندونه، یعنی همه افراد، حالا چه در قالبش افراد عادی باشن که سیاسی نباشن، سیاسی و غیر سیاسی، همه افرادی که در ایران و خارج از ایران زندگی میکنن این مطلب رو میدونن که جمهوری اسلامی در تمام این سالا تمام هست و نیست ایران رو گذاشته فقط برای اهداف ایدئولوژیک خودش در منطقه. به گفته مولوی عبدالحمید، همونطور که ایشون در سخنان خودشون فهمیدن، به جای اینکه این هدف‌ها و این فعالیت‌ها هم به خاطر صلح باشه، همیشه به خاطر سلاحایی هم که درست کرده در جهت به هم ریختن منطقه بوده و برای جنگ بوده، و این رو ما شاهد بودیم در تمام این مدت. و ببینید، یکی از مسائل دیگه هم این بود که همون برگردیم به بحث، اگه بلوچستان هم برگردیم که بارها هم بهش اشاره کرده، بحث همین امنیتی و نظامی کردن بلوچستان هم به همین مورد برمیگرده. وقتی که میگن نگاه درونی شما خیلی ضعیف هستش، و بارها هم گفتن که این نگاه نظامی و امنیتی هم که به بلوچستان دارید باعث میشه که اقتصاد منطقه ضعیف بشه. امروز هم اینو اشاره کردن که افراد دیگه کوچ میکنن از اونجا، از بلوچستان، به خاطر این نگاهی که اونها دارن. و بحث صنعت رو هم که در پیش گرفتن، صحبت کردن در مورد تولید کنندگان، یعنی به جای اینکه بیان به افراد توانمندی که ما در داخل کشور داریم، بخوام به جای اینکه بیان روی سرمایه های خود کشور تمرکز کنن، اونها رو قوی بکنن، حمایت کنن از تولید کنندگان داخلی، از صنعت داخلی حمایت کنن، فقط تمام فکر و ذکرشون شده آشوب در ایجاد کردن. در واقع به شکلی همین در واقع مطرح، آشوب در منطقه ایجاد کردن با ایجاد سلاح. حالا سلاح خوب همه کشورها داشته باشن، ولی در جهت صلح. اما جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، اون فقط به اهداف خودش و برای اون چیزی که توی ذهنیت خودش هستش داره تلاش میکنه، که همون اهداف ایدئولوژیک خودش هستش. و خانم بلوچ، امروز صحبت‌های دیگه ای هم شنیدیم، مردم زاهدان همچنان خواستار محاکمه عاملان جمعه خونین زاهدانن. چرا حکومت با وجود تمام وعده‌هایی که داده هیچ اقدامی نمی‌کنه برای اینکه رسیدگی کنه به این پرونده؟ خیلی کوتاه ممنون میشم. بله، حکومت هیچ اقدامی نخواهد کرد، نمیکنه. اینا فقط وعده های دروغین بوده که از ابتدای این جمعه خونین داده و هیچ اقدامی نکرده و نخواهد کرد، به خاطر اینکه در واقع این عاملان و عامران این جنایت دستور رو از کجا گرفتن؟ از بیت رهبری گرفتن. اونها در واقع به صورت یک قوانین نانوشته‌ای در منطقه سیستان و بلوچستان یه جورایی مسئولیت قضایی و حقوقی دارن. مثال اگر بخوایم بزنیم، نمونش کرمی هستش. کرمی رو وقتی که خودش از عاملان کشتار زاهدان بود اومد کرد استاندار، یا ابراهیم کوچکزایی وقتی که اومد تجاوز کرد چیکارش کردن؟ از یه جایی بهتر منتقلش کردن. یعنی در واقع هیچ رفتاری که نشان دهنده این باشه که میخواد یک کاری انجام بده برای آروم کردن دل مردم انجام داده. بازداشت ها رو بیشتر کرده، سرکوب رو بیشتر کرده، و حتی امروز توی ویدیوها ما شاهد بودیم جو زاهدان به شدت امنیتی و نظامی بوده. پس در واقع هیچ کاری انجام نمیده و نخواهد داد. اینا فقط قول های دروغین هستن، و چون که از بالا این دستور اومده. فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. امروز جمعی از مردم سنندج هم در حمایت از ماموستا ابراهیم و ماموستا لقمان در خیابان‌های این شهر تجمع کردند و برای آزادی آنها شعار دادند. ماموستا ابراهیم و ماموستا لقمان از امامان مسجد جامع شهر سنندج چند روز پیش از سوی نیروهای حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
در سوی دیگر مردم گالیکش هم روز جمعه در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیچ امام جمعه در حصر آزاد شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان در حمایت از مولوی گرگیچ شعار دادند و خواهان به رسمیت شناختن حق آزادی مذاهب شهروندان شدند. غلامرضا حسین‌پور سخنگوی جبهه مردم بلوچستان معتقد است علمای اهل سنت زاهدان و گالیکش دردهای مردم ایران را بیان می‌کنند، اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد کسی صدای مردم باشد. این علما اکنون بیان کننده دردهای مردم سر تا سر ایران هستند و جمهوری اسلامی می‌خواهد که هیچ کسی بیان کننده درد مردم نباشه، ولی به ظلم مشترک بر اینها ادامه میده و رژیم میخواد که همه سکوت بکنند و جنایات رژیم رو بدون هیچ گونه اعتراضی بپذیرند. خب این برای بسیاری از مردم ایران قابل قبول نیست و این انقلاب هم برای همین انجام شد که در مقابل این جنایات ها مقاومت بکنند. الان گالیکش و مولوی محمد حسین گرگیچ از آغاز مدافع حقوق مردم بودند، همیشه از حقوق مردم دفاع می کردند و رژیم صلاح در این دید که ایشون رو محدود بکنه و نگذاره که صحبت بکنند، ولی همچنان که متوجه هستید مردم با ایشون بیعت کردند، مرتب از ایشون حمایت میکنند و جالبتر این هست که بسیاری از ترکمنها هم در اون منطقه همراه شدند با مردمان بلوچ و الان دو تا گروه، دو تا قوم دارند از مولوی حمایت میکنند و البته تمام مردم ایران به صورتهای مختلف یک نوع همدردی دارند و انتظار مردم بلوچ و ترکمن در اون منطقه این هست که همه به نحوی نشان بدهند و در عمل نشان بدهند که مدافع حقوق خودشون هستند و از کسی که از حقوق اونها دفاع کرده دفاع بکنند. انتشار عکس‌های فرهاد میثمی فعال مدنی زندانی در زندان رجای شهر که نشان دهنده کاهش شدید وزن بر اثر اعتصاب غذاست، منجر به واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج ایران شده. تصاویری که در ادامه می‌بینید ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت کننده باشد. فرهاد میثمی پزشک زندانی که در اعتصاب غذاست در نامه‌ای از زندان اعلام کرده همچنان بر سر خواسته‌های سگانش، یعنی توقف اعدام معترضان، آزادی 6 نفر از زندانیان سیاسی و مدنی و توقف آزارهای اجبار حجاب ایستاده. او اعلام کرده در 10 روز آینده آبی که می نوشد را تلخ خواهد کرد تا نشانه ای از روزگار تلختر از زهری باشد که جمهوری اسلامی برای همگان آفریده. زهرا رهنورد هم در واکنش به انتشار تصاویر فرهاد میثمی زندانی سیاسی نوشته پیکر نحیف فرهاد میثمی که با پیشکش جسم و جان خود به مصاف ظلم و سرکوب رفته در حقیقت نماد ملت ظلم ستیز ایران است.
رهنورد در ادامه این پیام نوشته ملت ایران از فقر و گرسنگی و سرکوب و زندانی کردن زنان و جوانان، شکاف‌های طبقاتی، قومیتی، جنسیتی و حجاب اجباری به نفس‌های آخر افتاده. همکارم شبنم آذر اینجا در استودیو همراه ما شده. شبنم، عکس‌ها از دیروز که منتشر شده، کل رسانه‌های اجتماعی دارن راجبش حرف می‌زنن، همه واکنش نشون دادن در داخل و خارج، و اما قوه قضاییه امروز اومده یک واکنش بسیار متفاوتی نوشته در راجب. بله، خب انتظار جز این هم نبود و طبیعی است در طول این 4 ماه از آغاز خیزش انقلابی که الان باید در 5 ماهش هستیم، همیشه واکنش‌هایی که قوه قضاییه حاکمیت داشته آنچنان دور از واقعیت بوده که دیگه برای کسی جای تعجب باقی نمیذاره. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه امروز مطلبی منتشر کرده و عکسی از آقای میثمی منتشر کرده و نوشته که این تصاویری که الان منتشر شده در واقع به خاطر بیماری که ایشون دارن وزنشون انقدر کم شده و هیچ ربطی به اعتصاب غذا نداره و اساسا نوشتن که ایشون در اعتصاب غذا نیست و اعلام کردن که سال 97 که آقای فرهاد میثمی به زندان منتقل شدن همون موقع اعتصاب غذا کردن، ولی چون بیمار بودن پزشکان زندان بهشون توصیه کردن که دیگه اعتصاب نکنید و ایشون از اون موقع هم دیگه اعتصابی نکرده، در حالی که ما میدونیم که در ایشون از زندانیایی هستن که بارها و بارها اعتصاب غذاهای طولانی مدت داشتن و این اعتصاب غذای این بار کاملا از بدنشون، از چهره در واقع صورتشون، از اون بدنی که تا این اندازه نحیف شده ما کاملا میتونیم ببینیم که ماهاست که ایشون غذای درستی نخوردن. به هر حال این واکنشی بود که جای تعجب نداشت. قوه قضاییه گفته که الان کاملا تحت نظر پزشک هستن و هیچ مشکلی هم ندارن و سلامتیشون هم کاملا تحت کنترله. واکنش‌های دیگری هم بود، اشاره‌ای به اونها بکنی؟ بله، واکنش ها خب خیلی زیاد بوده، اما تازه ترینش خانم رهنورد بود که نوشته که این بدن در واقع نماد ملت ظلم ستیز ایرانه که در فقر و سرکوب و گرسنگی و فساد داره غوطه میزنه و باز هم در برابر ظلم ایستادگی میکنه. در کنارش نیلوفر حامدی. یکی من یه توضیحی بدم، آقای میثمی که در واقع سه خواست داشتن، همونطور که در خبر خوندی 6 زندانی رو مورد نظر قرار دادن که خواستار آزادیشون هستن و اهمیت اعتصابشون اینه که هیچ چیزی برای خودشون نخواستن بلکه برای دیگران خواستن. این 6 زندانی: محمد حبیبی معلم، ناهید شیرپیشه مادر دادخواه، رضا شهابی کارگر، بهاره هدایت فعال دانشجویی، مصطفی نیلی وکیل زندانی است و نیلوفر حامدی روزنامه نگار. یعنی از هر گروهی که در واقع فعالیت میکنه یک نمادی رو انتخاب کرده و خواستار آزادی اونها شده. تمام حرکتش پیام دیگه، پیام به جامعه است. دقیقا همینطوره. و نیلوفر حامدی یکی از این افراد که الان هم در زندان هست، خودش در پیامی از ایشون خواست، گفته من به عنوان خواهر کوچکتر از شما میخوام که در واقع اعتصاب رو بشکنید و به جسمتون بیش از این آسیب نزنید. این پیامو همسرش منتشر کرده در اینستاگرامش، میتونیم با هم بشنویم. ممنون از حضور شبنم آذر اینجا با ما. از صبح امروز که از وخامت وضعیت جسمانی شما مطلع شدم، این بندها تازه معنای واقعی زندان را به خود گرفتند. شما که بار دیگر بدنتان را سپر دفاعی مطالبات جمعی کرده اید، آگاهانه، بیدار و هوشیار، اما درخواست این خواهر کمترین از شما پایان دادن به اعتصاب برحقی است که جانتان را تحت خطر قرار داده است. باشد که از پس سیل سهمناک حوادث، از این دامگاه ننگ و نام، ایستاده در آستانه سپیددم، آزادی همه زندانیان سیاسی را شانه به شانه یکدیگر جشن بگیریم. رئیس مجلس ملی فرانسه در جریان نشستی ویژه در رابطه با خیزش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده که پارلمان کشورش از قیام مردم ایران پشتیبانی می‌کند. در این نشست ویژه که با حضور نمایندگانی از پارلمان فرانسه و اتحادیه اروپا و کنشگران حقوق بشر در حال برگزاری است، یک بار دیگر بر لزوم قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تأکید شد. در همین رابطه همکارم تروسک صادقی از ساختمان پارلمان فرانسه همراه ما شده. تروسک، از صبح تو اونجا هستی، داری میشنوی راجع به مسائل مختلف، خواسته های خیلی مهمی بهش اشاره شده، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم که دقیقاً چه روندی رو میخوان طی بکنن.
شراره، همونطور که اشاره کردی از صبح امروز بله این نشست ویژه با حضور رئیس مجلس ملی فرانسه، تعدادی از نمایندگان پارلمان از اتحادیه اروپا، فعالان حقوق بشری ادامه داره، اما بخش مهم این نشست رو میتونم اشاره بکنم به این که در حال حاضر بخش دومش هستش که حدود یک ساعت شروع شده. در این بخش به اظهارات شاهدان از داخل ایران شنیده میشه و اون کسانی که حالا چه زنان چه دانشجویان و اقشار مختلف اینا انتخاب شدن توسط برگزار کنندگان این نشست و از داخل ایران روایت های اونها از اینکه در ایران در حال حاضر چه میگذره، سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی چه رفتاری با مردم کردن، چگونه مردم تحت شکنجه قرار گرفتن، اینها داره شنیده میشه و اونطور که من دارم میبینم و با حالا برگزار کنندگان این نشست صحبت کردم، این نکته بسیار مهمه به دلیل اینکه از این طریق میتونن به مقاماتی که در این نشست حضور دارند بهتر اونها رو متوجه بکنند که در داخل ایران چه خبره و سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و جمهوری اسلامی چطور تلاش کرده که خیزش مردم رو در داخل ایران سرکوب بکنه. اما خب محورهای دیگری هم داشت، اینکه هم اظهارات رئیس پارلمان و هم برخی دیگر از نمایندگان که صحبت کردن دوباره تاکید کردن برای اینکه از خیزش مردم در علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند، از خواسته مردم ایران که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی براشون مهمه، ازش حمایت میکنند. اشاره شده به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در منطقه از طرفی که وارد جبهه روسیه شده و داره علیه اوکراین میجنگه، به اقدامات ایران در منطقه، تمامی اینها رو نمایندگان و مقاماتی که در این نشست شرکت دارند بهش پرداختن. اما نکته‌ای که بسیار مهمه پیام این نشست هستش. برگزار کنندگان این نشست به ایران اینترنشنال تأکید کردند که به هیچ عنوان اونا عقب نشینی نمی کنند از خواسته اصلی، از حمایت از مردم ایران، اینکه اتحادیه اروپا، فرانسه سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، حتی مسئله اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی ایران نه تنها در فرانسه، در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم مورد بحث قرار گرفته و این رو دنبال میکنن و میگن که این خواسته مردم ایران هستش و روش تاکید میکنیم. ممنون از توضیحات تو همکارم ترسک صادقی از پارلمان فرانسه. ویلیام برنز، رئیس CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در مراسمی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن DC با ستودن تلاش آزادی خواهانه مردم ایران و شجاعت زنان کشور به سرکوب‌های سیاسی از سوی حکومت اشاره کرده. به باور رئیس CIA، جمهوری اسلامی در برابر خواست مردم ایران به جز سرکوب روش دیگری نمی‌شناسد، اما این روش تنها در کوتاه مدت می‌تواند مؤثر باشد. معتقدم در حالی که به سال 2023 نگاه می‌کنیم، خاورمیانه دوباره به عنوان مجموعه پیچیده‌ای از چالش‌ها برای سیاست‌گذاران آمریکایی ظاهر خواهد شد. بخشش درباره ایرانه. این درباره رژیم ایرانه که به نظر من به طور فزاینده‌ای نابسامانه به خاطر آنچه در ایران رخ میده. شجاعت قابل توجه معترضان در چند ماه گذشته، به خصوص زنان ایران که به نظر من از خیلی جهات خسته شدند، از افول اقتصادی خسته شدند، از فساد خسته شدند، از سرکوب سیاسی خسته شدند، از محدودیت‌های اجتماعی که به خصوص زنان ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به تنگ آمدند. آنها از فقدان کرامت به تنگ آمدن. این ربطی به ما نداره، ربطی به آمریکایی ها نداره، این درباره ایرانی هاست و آینده آنها. این درباره رژیم ایرانه که به نظر من در کوتاه مدت توانایی سرکوب مردم رو داره. اونها سرکوب رو خوب تمرین کردن، ولی من فکر نمی کنم برای آنچه در ذهن جمعیت بسیار جوان ایران میگذره پاسخ خوبی داشته باشن. 70% جمعیت ایران زیر 30 سال هستند. به نظر من نابسامانی که در داخل ایران وجود داره منجر به رفتار خارجی خشن رژیم ایران میشه.
این رو در تمام خاورمیانه میبینیم. تعمیق ارتباط نظامی بین ایران و روسیه به خصوص نگران کننده است. چند هفته پیش، یعنی آخرین باری که کیف بودم، از 30 ساعتی که اونجا بودم 6 ساعتش رو در پناهگاه بودم، به خاطر اینکه ارتش روسیه 2 حمله مجزا علیه تأسیسات اوکراین انجام داد. بیشتر آنها با استفاده از پهپادهای شاهد 136 ایران، پهپادهایی که ایران به روسیه داده و از اونها برای کشتن غیر نظامیان بیگناه اوکراینی هم استفاده شده. این خیلی نگران کننده است. دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه لاهه، از همین شهر همراه ما شدن. آقای گلریز، صحبت‌های رئیس CIA قابل تأمل، اون بخشش که خب راجع به ایران صحبت کرده درباره این که خب گفته این اعتراض‌ها رو در کوتاه مدت جمهوری اسلامی تونسته شاید جمع بکنه، اما در بلند مدت این اعتراض‌ها باز خواهد گشت و کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد. فکر می‌کنید چقدر این تحلیل به واقعیت نزدیکه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. مشکل اتفاقا این هست که دولت امریکا و دولت‌های غربی کوتاه مدت فکر می‌کنن و چون در کوتاه مدت معتقدن که این اعتراضات به نتیجه نمی‌رسه، قطعاً در حمایت‌های خودشون هم از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تزیین و آرایش افکار عمومی داخل خودشون استفاده میکنن، به جای ابزاری برای نگاه راهبردی به حمایت مردم ایران. نمونه بارزش این هست که اگه خاطرتون باشه، در آغاز این جنبش انقلابی امریکا مطرح میکرد، وزارت امور خارجه، که ما برای اینترنت، برای آزاد کردن امکان دسترسی به اینترنت خیلی تلاش خواهیم کرد. این تلاش مصداقی به کمتر از 200 عدد این واسطلا استارلینکس که از طریق ماهواره بشه اینترنت داشته باشن ایرانی ها در داخل ایران انجامید. مشکل اتفاقا این نگاه کوتاه مدتی که دارن و در دراز مدت قطعا این جنبش انقلابی به نتیجه میرسه. بحث اینجا است وقتی مهمترین نهاد اطلاعاتی امنیتی امریکا و آقای برنز که خودش یکی از دیپلمات‌ها و معمارهای توافق هسته‌ای برجام بوده و ایرانی‌ها رو خیلی خوب می‌شناسه، جمهوری اسلامی رو خیلی خوب می‌شناسه، چنین نتیجه گیری می‌کنه، قطعاً در کوتاه مدت نمیشه تصور کرد که غرب حمایت راهبردی از حقوق بشر در ایران بکنه. آقای گلریز، ویلیام برنز حتی معتقده که مشکلات مردم با جمهوری اسلامی ربطی اصلا به آمریکا نداره، به همین دلیل اصلا شیوه حکمرانی این حکومت. شما چقدر مشکلات امروز مردم ایران رو واقعا متاثر میدونید از این نوع رفتار آمریکا؟ ببینید، این در عمل آغازگر روندی هست که در اون آمریکا به دنبال مماشات با حکومت و غرب هم به همین شکل، یعنی اروپا. امروز خبری رو میخوندم که در اون به نظر میرسه که از مقامات بریتانیایی مطرح کرده که از قرار دادن سپاه در لیست، در فهرست تروریستی در بریتانیا احتمالاً عقب نشینی کردن مقامات. این در عمل آماده کردن صحنه اطلاعاتی امنیتی هست که بخوان بیشتر مماشات بکنن، ولی واقعیت خب اینه که امریکا بسیار تاثیرگذاره در روندها. ببینید، بزرگترین کشور دموکراتیک و قویترین کشور دموکراتیک در دنیا که یک ابرقدرت دموکراسی است، طبق قانون اساسی امریکا باید در گسترش دموکراسی لیبرال به نفع خودش و به خاطر منافع خودش کوشا باشه. آخرین اطلاعاتی که هست، تحقیقاتی انجام شده در مورد اینی که از سال 1816 تا 1986 توسط آقای مایکل دویل، کشورهایی که دموکراتیک هستن با هم جنگ نمی‌کنن. خب وقتی کشوری مثل امریکا که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور تروریستی قلمداد می‌کنه و در عمل جمهوری اسلامی هم امریکا رو به عنوان یک دشمن بزرگ میبینه، شیطان بزرگ میبینه، قطعاً به امریکا ربط داره، به خصوص حمایت کردن از مردم ایران در عمل به جای ساخت و پاخت یا مماشات با این مماشات از کجا ناشی میشه آقای گلریز؟ چرا با وجود اینکه دولت آمریکا ایران رو شیطان بزرگ حالا میدونه و عامل ناامنی میدونه در منطقه، چرا مماشات میکنه؟ به خاطر اینکه کوتاه مدت فکر میکنن، به خاطر اینکه همونجوری که آقای برنز مطرح کرده، دموکراسی‌ها بزرگترین مشکلشون اینه که در حد اکثر 3 سال میتونن برنامه ریزی بکنن، یا حتی 2 سال کمتر، چون دموکراسی در 4 سال به 4 سال باید تمدید بشن، این مشکل رو دارن. و جمهوری اسلامی یک راهبرد دراز مدت داره برای تضعیف غرب. به خاطر همینه که آقای خامنه ای
از قرارداد برجام و احیای اون تفره رفت و حمایت کرد از تجاوز نظامی پوتین در اوکراین برای متزلزل کردن نظم جهانی و برای آوردن پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی و سربازان مسلمان شیعه به خاک اروپا بعد از شکست عثمانی در قرن 16. دلیلش اینه و این رو متاسفانه غربی ها متوجه نیستند، به کوتاه مدت بله. فکر میکنن حالا توافقات کوتاه مدت هستن و نتیجهش میشه همین نوع نگاه اطلاعاتی امنیتی آقای برنز. ممنون از توضیحات شما. دامون گلریز. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. محور گفتگوهای نتانیاهو و امانوئل مکرون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. یک مقام ارشد سیاسی که نخست وزیر اسرائیل را در سفر به فرانسه همراهی می‌کند، بیرا اینترنشنال گفته که نتانیاهو در گفتگو با امانوئل مکرون از او خواسته که پشتیبانی خود از خیزش مردمی در ایران را شدت بخشد. همکارم بابک اسحاقی از پاریس همراه ما شده. بابک، از دیروز خب داریم میشنویم راجع به اینکه محور اصلی این دیدارها جمهوری اسلامیه. جزئیات رو بیشتر برای ما بگو، چه مسائلی رو مطرح کردن تا حالا؟ باید گفتش که در اولین سفر خارجی نتانیاهو در پست نخست وزیری در دولت تازه، او به آشکارا نشان داد که به همان سیاست گذشته خودش، یعنی به گفته رسانه‌های اسرائیلی شمشیر را از رو بستن بر علیه جمهوری اسلامی ایران رو آورده. و از دیروز که ما آقای نتانیاهو را همراهی می‌کنیم، هر کجا و در هر مصاحبه و در هر دیداری از خطرات رژیم ایران سخن گفته، از برنامه هسته ایران، از پشتیبانی جمهوری اسلامی از ترور و تلاش کرده که به شدت به جمهوری اسلامی ایران هشدار بده، او را هدف حملات خودش قرار داده و از خطرات جمهوری اسلامی ایران برای اسرائیل و برای جهان با همه گفتگو کنه. دیروز در کاخ الیزه در همین راستا بنیامین نتانیاهو با مکرون دیدار کرد و در این دیدار مرکز سخنان محور جمهوری اسلامی بود. او از مکرون خواست که تحریم‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی روا بداره. او خواست که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را مکرون تلاش بکنه که در اتحادیه اروپا در لیست تروریستی قرار بدن و او در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد که باز مکرون را راضی بکنه که به هیچ عنوان به برجام باز نگردند. در کنار این، همانطور که گفتین، یک مقام امنیتی به ایران اینترنشنال گفته که در صحبت‌هایی که نتانیاهو با مکرون کرده، مسئله خیزش مردمی در ایران را نیز او به گفتگو گذاشته و از مکرون خواسته که بر پشتیبانی برای ملت ایران تأکید بکنه و او را شدت ببخشه. نتانیاهو در این گفتگو این مقام گفته استش که 500 نفری که در این اعتراضات کشته شدن، آنها کشته نیستند بلکه به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و باید برای خونخواهی اونها تمامی جهان تلاش بکنند. همانطور که گفتم، به نظر میرسه که برخلاف دولت پیشین اسرائیل به رهبری بنت و لاپید که تلاش میکردن که از پشت پرده کار بکنن و در مسائل بین المللی به این صورت صحبت بکنن، بنیامین نتانیاهو تلاش میکنه که آشکارا همه مسائل را نشون بده. او در رابطه با گزینه نظامی هم سخن گفته و گفته که گزینه نظامی همیشه روبروی اسرائیل هستش و اسرائیل حتی اگر لازم باشه به تنهایی میتونه از خودش دفاع بکنه. در کنار این مسائل دیگری مانند نزاع اسرائیل و فلسطینیان هم با مکرون گفتگو شده و همچنین روابط عادی سازی بین اسرائیل و کشورهای عرب و مسلمان هم در این گفتگوها گنجانده شده. دیروز اعلام شد که اسرائیل با کشور چاد، کشور آفریقایی مسلمان چاد، روابط عادی سازی را شروع کرده. همچنین وزیر خارجه اسرائیل از خارتوم پایتخت سودان دیدار کرد و همچنین با آنها در همین رابطه گفتگو کرد. ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از پاریس.
در یک جمعه اعتراضی دیگر مردم زاهدان پس از نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید به خیابان‌ها آمدند و در راهپیمایی گسترده اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. جمعه های اعتراضی در زاهدان که بیش از 4 ماه است هر هفته تکرار می شوند پس از جمعه خونین آغاز شدند و تا کنون ادامه دارند. مردم معترض امروز شعارهای علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی دادند و خواهان محاکمه عاملان کشتار در زاهدان و پایان سرکوب شدند. مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه امروز بار دیگر از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی سخن گفت. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه خواستار آزادی معترضان زندانی شد و از تهدید بازداشت شدگان و زندانیان انتقاد کرد و همچنین خواستار محاکمه عاملان و آمران جمعه خونین زاهدان شد. زندانی ها، سایر زندانی ها که زندانان، زنان، مردان، جوانان، هنرمندان، دانشگاهیان، از هر طیفی هستند، اینا را آزاد بشن. آزادی این ها خوبی، این آزاد بشه با اینا بشینی، اینا را سوال پیچ نکنید، اینا نه ترسونده نشن، تهدید نشن، بشینید صحبت کنید. اشتباه دایی دارن، اشتباهشون را روشنشون بکنید. حق دارن، حقا بفذیرید. انصافش امینه، خصوصا زنان، خصوصا کودکان. این کشر، این دو تا کشر خیلی قابل رحم و انسان گاهی ترحم میگیره برای اینا. و این هفته ملاقات داشتم با همه مجروحان نا آمدن مسجد،
و حدود نزدیک 600 نفر مجروح و نزدیک 100 نفر کشته های همین جمعه خونین هست و واقعا در دواری بعضی پا ندارن و 15 نفر تقریبا جنه کسانی که چشمشو کور شده و بعضی قطع نخان و آمدن ما صحبتی کردیم با اونها تسلیه دادیم و بیارال خواسته همه این اینه که بیارال به همه پرونده رسیدگی بیشه کسانی که واقعا عامل بودند کسانی که عامل و دستور دهنده استن انتظار آنه که بیارال اینها مجازات بشن. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از خطبه هایش با انتقاد از عملکرد حاکمیت توصیه کرد نگاه به بیرون باید مبتنی بر صلح باشد و توجه حکومت باید به درون کشور باشد. به گفته مولوی عبدالحمید اگر نگاه حکومت به داخل بود امروز شکم مردم سیر و جیبشان پر بود. حاکمیت و مسئولان نگاه صلح باشد و نگاه درونی را تقویت کنه، نگاه به ملت باشه. امروز از همین دردهایی که مردم فریاد میزنانه که نگاه درونی ما ضعیف بوده، ما باید تمرکز میکردیم به درون و درون میساختیم. امروز پول ما باید یکی از ارزشمندترین پولای منطقه بود. اگر این نگاه های ما درونی می شد تا نگاه بیرونی و امروز ملت سیر بود، ملت گرسنه، مردم گرسنه، مردم فقیره و مردم ایران حقشون بود، شایسته ملت خوب بود شکمش سیر بشه، جیبش پر بشه، به توانه بخوری و به دیگران بده. اگر نگاه را ما درونی می کردیم به خیلی چیزا درسته، سلاح خوبه که ما در صنعت تسلیحات و سلاح سازی پیشرفت کردیم، خوب هستیم برای دفاع ما، ولی وقت نگاه صلح آمیز باشه. ما از این که در صنعت سلاح سازی هزینه بالاتر کنیم، ما در صنعت های دیگر باید این هزینه را میکنیم. مهیم سرخوش فعال سیاسی و حقوق بشری از استکهلم همراه ما شدن. آقای سرخوش، به صحبت‌های امروز عبدالحمید بپردازیم. مولوی عبدالحمید به سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده و گفته که این ماجراجویی‌هایی که شما دارین به نفع مردم ایران نیست. چطور شده که الان داره به این سمت حرکت می‌کنه، به سمت انتقاد از سیاست‌های خارجی؟ با درود به شما و شنوندگان بینندگان. ببینید، مولوی عبدالحمید در هفته‌های گذشته طبیعتاً بیشتر فوکوسشون، تمرکزشون به مسائل داخل بوده. این هفته خب سیاست خارجی رو هم بهش متمرکز شد و سیاست خارجی رو ربط داد به سیاست داخلی و گفت که اگر نگاه به خارج شما صلح‌آمیز می بود، اون موقع احتیاجی نبود که میلیاردها دلار در ساخت اسلحه و صنعت اسلحه مصرف بشه، در حالی که نگاه داخلتون یک نگاهی است که باعث شده سیاست داخلیتون سیاستی بوده که باعث شده مردم فقیرتر بشن، بدبختر بشن و جیبشون خالی بشه. یعنی پولا رو، بودجه مملکت رو شما صرف جنگ و صنعت جنگی کردید، چون نگاهتون صلح‌آمیز نبوده، چون ماجراجویی سیاستتون سیاست ماجراجویی در منطقه و جهان و به همین دلیل بودجه مثلا نظامیتون بالا رفته و چیزی باقی نمونه که در داخل و برای توسعه مصرف بشه و این باعث مثلا عدم توسعه، بیکاری و تورم و کاهش پول شده.
آقای سرخوش، الان هفته هاست که مردم زاهدان دادخواه خونهایی هستند که در جامعه خونین ریخته شده. امروز هم باز صحبت از همین موضوع شد، اینکه وعده هایی که دادن هیچ اقدامی برای رسیدگی صورت نگرفته. چرا هیچ کاری نمیکنه حکومت برای اینکه حداقل نشون بده که ما داریم دنبال میکنیم پرونده اون خونها رو؟ یکی از دلایلش و شاید مهمترین دلیلش این میتونه باشه که عامران این به تصمیم تیراندازی و جمعه خونین رو که آفریدن بالایا بودن، یعنی در سطح بالا این تصمیم گرفته شده بود، حداقل در سطح استان مسئولین امنیتی بالا، مسئولین سپاه، سپاه خود، نماینده خامنه ای و همچنین استاندار سابق. به همین دلیلی که خب طبیعتاً نظام جمهوری اسلامی نمیتونه این سربازان و افسرانی که شلیک کردن اینا رو محاکمه بکنه، در حالی که اینها از بالایا دستور گرفتند و بالایا رو محاکمه بکنه. به همین دلیل داشتم هم به هر حال سر یه دوراهی پیچیده هست و نمیتونه انتخاب بکنه. و مسئله دوم که ملوچا براش اهمیت نداشتن در طول این 43 سال، چند تا سنی حالا جونشون از دست دادن برای رژیم از این دیدگاه به بلوچستان نگاه کرده، اینا سنی هستن، مزاحم هستن، شیعه اثناشری دوازده امامی نیستن، بنابراین مشکلی نیست اینا از سر را برداشته بشن. این دیدم حاکم بوده در طول این 43 سال حاکمیت آخوندی در بلوچستان. ما جنایت های مختلفی رو در سالهای اخیر دیدیم، خصوصا در 5 سال اخیر تیراندازی های بی‌ضابطه، کشتار سوختبران، حتی کشتار کودکان و کشتن کودکان بر اثر بی‌ضابطه مسئولین، ولی یکی از این مسئولین تا به حال دستگیر نشده، محاکمه نشده. آقای اون سرهنگ متجاوز ابراهیم کوچکزایی که در چابهار تجاوز کرد به یک دختر بلوچ 15 ساله، اگر اینو دستگیر میکردن، محاکمش میکردن، شاید خشم بلوچ ها به اینقدر نبود، شاید اینقدر ادامه دار بله. نشده بود، ولی این کار نکردن، ایشون رو به تهران منتقل کردن و بیش ازش حمایت کردن. مهیمه سرخوش، فعال سیاسی و حقوق بشری، ممنون از حضورتون در این گفتگو، عذرخواهی میکنم وقت ما محدود هست. امروز جمعی از مردم سنندج هم در حمایت از ماموستا ابراهیم و ماموستا لقمان در خیابان‌های این شهر تجمع کردند و برای آزادی آنها شعار دادند. ماموستا ابراهیم و ماموستا لقمان از امامان مسجد جامع شهر سنندج چند روز پیش از سوی نیروهای حکومتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. سیروان منصوری، روزنامه‌نگار و سخنگوی آژانس خبری مکریان همراه ما شدن. آقای منصوری، شرایط در استان کردستان خب خیلی به نوعی امنیتیه، اما امروز هم باز شاهد بودیم اومدن مردم بیرون و به خاطر ماموستاها شعار دادند. بیشتر از شما بشنویم از جزئیات این جریان، اعتراضات دقیقا نسبت به چیه؟ بله، درود بر شما مخاطبان این برنامه. خب امروز مردم سنندج بعد از اقامه نماز تظاهرات کردن در حمایت از ماموسایان ابراهیم کریمی ننوه و ماموسا لقمان امینی که این دو ماموسای دینی روز دوشنبه 10 بهمن در جاده سنندج و مدیوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشن و بعد از اون نیروها میریزن به خانه آقای کریمی و وسایلش رو ضبط میکنن و همچنین ایشون بایستی روزهای 16 و 18 بهمن در دادگاه روحانیت همدان حاضر بشه. به همین دلیل مردم امروز بعد از اقامه نماز بیرون ریختن و خواهان آزادی این دو ماموستای
دینی شدن که توسط حکومت بازداشت شده. لازم به ذکره که ماموسا ابراهیم کریمی ننله، ماموسای جماعت روسای ننله و آقای لقمان امینی ماموسای مسجد چهاریار نبی در سنندج هستند. دلیل اینکه اصلا جمهوری اسلامی الان رفته سراغ ماموساهای دینی، فشارها رو به اونها داره افزایش میده چی؟ از حکومت از چه چیزی داره احساس خطر میکنه؟ ببینید، من فکر میکنم با توجه به اینکه جامعه کردستان خب یک جامعه سکولار هست، ولی خب ماموساهای دینی و آینی تونستن به نسبت خودشون رو هماهنگ بکنن با نیازهای جامعه کردستان، مطالبات مردم در کردستان و همچنین مظلوماتی که نیازمند هست در انقلاب زن، زندگی، آزادی. همچنین ما میبینیم که حکومت بیناک هست از اینکه ماموساهای آینی که بایستی مبلغ دستگاه های حکومتی، مبلغ شعارهای حکومتی و برنامه های حکومت باشند، ولی اونها با یک فاصله بسیار زیاد به سمت مردم گرایش پیدا کردن و تونستن در این انقلاب در جاهای مختلف، در مساجد و در تجمعات، همواره از انقلاب زن، زندگی، آزادی و از مردم انقلابی حمایت کردن. خب طبیعی است حکومت بایستی بیمناک بشه به این علت که خیلی پولها خرج شده که اونها بتونن حداقل اون بخش از جامعه رو که دینی و مذهبی است مثل ماموساها اونها رو جذب بکنن. این فقط مختص به کردستان نیست، شما میبینید در بلوچستان هم به همین صورت است. کسی مثل مولانا عبدالحمید که در اصل یک رهبر دینی است، اما میبینیم از سکولاریسم صحبت میکنه، از حقوق بشر صحبت میکنه، از ترمهایی صحبت میکنه که این ترمها ترمهای بروز است و جامعه و حکومت رو وحشت زده میکنه، چون به قول معروف گفتن این ترمای سیاسی و گفتن این کلمات از زبان ماموساهای آینی باعث میشه که اینها روز به روز به انقلابیون نزدیکتر بشن و جامعه رو به سمت جلو در راستای تحقق یافتن شعار زن، زندگی، آزادی به پیش ببرن. آقای منصوری، خیلی از جامعه شناسا میگن مردم ایران مبارزه رو به زندگی آوردن در شهرهای کردنشین. خب دهه هاست که اونها این کارو کردن. بیشتر از شما بشنویم الان چه حال و روزی برقرار هست در این شهرها. خیلی کوتاه ممنون میشم. ببینید، در کردستان از دیرباز مردم مبارزه رو زندگی کردن. شعار زن، زندگی، آزادی شعار امروز دیروز نیست، شعاری هست که در بطن جامعه کردستان از دیرباز بوده و در این انقلاب بولد شده، به سطح جامعه اومده و مردم کردستان همواره یک مردمی بودن که واقعا به زن، به زندگی، به آزادی، به لیبرالیسم، به دموکراسی، به سکولاریسم و به تمامی این ترمهایی که خاصه یک جامعه مدرن و دموکراتیک هست اونها پایبند بودن و اونها رو همواره فریاد زدن. ممنون از توضیحات شما، سیروان منصوری، روزنامه‌نگار و سخنگوی آژانس خبری مکریا. مردم گالیکش هم روز جمعه در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج امام جمعه در حصر آزاد شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان در حمایت از مولوی گرگیج شعار دادند و خواهان به رسمیت شناختن حق آزادی مذهب شهروندان شدند. شعار کرد.
انتشار عکس‌های فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی در زندان رجای شهر که نشان دهنده کاهش شدید وزن بر اثر اعتصاب غذاست، منجر به واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران شده. تصاویری که در ادامه می‌بینید ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت کننده باشه. فرهاد میثمی، پزشک زندانی که در اعتصاب غذاست، در نامه‌ای از زندان اعلام کرده همچنان بر سر خواسته‌های سگانه‌اش، یعنی توقف اعدام معترضان، آزادی 6 نفر از زندانیان سیاسی مدنی و توقف آزارهای حجاب اجباری ایستاده. او اعلام کرده در 10 روز آینده آبی که می‌نوشد را تلخ خواهد کرد تا نشانه‌ای از روزگار تلخ‌تر از زهری باشد که جمهوری اسلامی برای همگان آفریده. زهرا رهنورد در واکنش به انتشار تصاویر فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، نوشته پیکر نحیف فرهاد میثمی که با پیشکش جسم و جان خود به مصاف ظلم و سرکوب رفته، در حقیقت نماد ملت ظلم ستیز ایران است. رهنورد در ادامه این پیام نوشته ملت ایران از فقر و گرسنگی و سرکوب و زندانی کردن زنان و جوانان، شکاف‌های طبقاتی، قومیتی، جنسیتی و حجاب اجباری به نفس‌های آخر افتاده. نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، در پیامی از فرهاد میثمی، زندانی محبوس در زندان رجای شهر، درخواست کرده به اعتصاب غذایش پایان دهد. در این پیام آمده شما بار دیگر بدنتان را سپر دفاعی مطالبات جمعی کرده اید، آگاهانه، بیدار و هوشیار، اما درخواست این خواهر کمترین از شما پایان دادن به اعتصاب برحقی است که جانتان را در خطر قرار داده. از صبح امروز که از وخامت وضعیت جسمانی شما مطلع شدم، این بندها تازه معنای واقعی زندان را به خود گرفتند. شما که بار دیگر بدنتان را سپر دفاعی مطالبات جمعی کرده اید، آگاهانه، بیدار و هوشیار، اما درخواست این خواهر کمترین از شما پایان دادن به اعتصاب برحقی است که جانتان را تحت خطر قرار داده است. باشد که از پس سیل سهمناک حوادث، از این دامگاه ننگ و نام، ایستاده در آستانه سپید دم، آزادی همه زندانیان سیاسی را شانه به شانه یکدیگر جشن بگیریم. تلویزیون دولتی تیجیوان ایتالیا اسنادی را فاش کرده که بر اساس آن قطر حدود یک ماه پیش از فرار اشرف غنی 110 میلیون دلار به او هدیه داده. این شبکه تلویزیونی ایتالیایی مدعی شده که این مبلغ برای نجنگیدن در مقابل طالبان به رئیس جمهور پیشین افغانستان پرداخت شده. افراد نزدیک به اشرف غنی اما این ادعا رو تکذیب کردند. همکارم تاجدین سروش این خبر رو دنبال کرده، به ما پیوسته در استودیو. خیلی حرف و حدیث ها بود از همون ابتدا هم پشت سر اشرف غنی که نجنگیدی، پول گرفتی، پول از افغانستان بردی. چقدر الان این اسناد جدی معتبره؟ دقیقا شرور از زمانی که دولت سقوط کرد در افغانستان، عوامل و اتهامات سنگین علیه اشرف غنی وارد شده و حالا این شبکه تلویزیونی ایتالیایی آمده 3 اسناد در واقع فاش کرده. یکیش متعلق به آقای غنی است که میگه که 110 میلیون دلار وقتی که یک ماه قبل از سقوط دولتش در کابل توسط سفیر قطر که از نامه از امیر قطر داشته در یک چک به او داده شده که این چک توسط اجمل احمدی رئیس افغان بانک مرکزی افغانستان دریافت کرده و به تعقیب از این هم اسناد دیگر منتشر کرده از آقای عطا محمد نور که در حدود 60 میلیون دلار و از آقای عبدالرشید دوستم مارشال افغانستان که در واقع 50 میلیون دلار اینا هم دریافت کردند که در شمال افغانستان نجنگند. حالا ما به صورت مستقل، یعنی ایران اینترنشنال، این سند را نمیتونه تایید بکنه و نه هم میتونه رد بکنه و دلیل از اینکه هنوز هیچ چیزی ثابت نشده که این سند جعلی است یا اصلی، ولی این تلویزیون دولتی ایتالیا مدعی شده که این سند را در یک گزارش تحقیقی در اختیارش قرار گرفته و این سند نشان میده که آقای غنی در واقع در بدل نجنگیدن در مقابل طالبان این پول دریافت کرده. و اگر یادمان باشد اما یک ماه قبل از سقوط، زمانی که این سند را تلویزیون دولتی ایتالیا منتشر میکنه و تاریخ این سند و سند وقتی شما میبینید دقیقا وقتی است که یک در همون زمان ولایت نیمروز در غرب افغانستان در مرز با ایران سقوط میکنه و به تعقیب از این ولایت هرات سقوط میکنه و تعقیب از این هم ولایت های دیگه که بالاخره در 15 آگست
کابل سقوط میکنه که یعنی یک ماه فاصله زمانی داره. این در رسانه‌های اجتماعی افغان‌ها دارن راجع به این صحبت میکنن، خیلی خبر بزرگی بوده براشون، مردمی که خب کشورشون رو به ناگهان از دست دادن در چند ماه و سربازانی که با وجود تمام تسلیحاتی که از آمریکایی‌ها داشتن نجنگیدن. بله. واکنش‌ها برای من بگو. خیلی سر و صداهای زیادی کرده در شبکه‌های اجتماعی، بسیار مردم میگن که این سند جعلی است و آقای غنی چون این کار را نکرده و نمیکنه و آقای عطا محمد نور و آقای دوستم هم همچنین، و برخی مردم دیگه میگن که نخیر این کار را انجام داده به دلیل از اینکه ممکن است که این کار را کرده باشه. حالا از نزدیکان آقای غنی را رد کرده و نزدیکان آقای مارشال دوستم و آقای عطا محمد نور گفته که قرار است که تلویزیون را به دادگاه معرفی کنه و در دادگاه تلویزیون باید ثابت بکنه که چنین سندی واقعا تایید است و معتبر است، ولی هنوز ما چیزی در مورد اعتبار معتبر بودن این سند و یا هم جعلی بودنش نمیدانیم. منتظر بمانیم که چی وضعیت پیش خواهد آمد. ممنون از توضیحات تو همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما، و ممنون از شما که تا اینجا همراه ما بودین. با ما بمونید، بعد از دقایق کوتاه برمیگردیم با ادامه خبرها با شما. شش روز پس از وقوع زلزله در خوی و مناطق اطراف این شهر، وضعیت زلزله زدگان همچنان ناگوار توصیف می شود. سرمایه زیر صفر، نرسیدن کمک های لازم و کمبودها بر مشکلات مردم بی پناه افزوده. این در حالی است که جمهوری اسلامی با وجود ناتوانی در رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان، پیشنهاد کمک های بشردوستانه از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان را هم رد کرده. گزارش ها همچنین از ممانعت حکومت از ارسال کمک های مردمی از دیگر شهرهای ایران به زلزله زدگان خوی حکایت دارد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن دو تن از ساکنان خوی از وضعیت نابسامان خود پس از زلزله در این شهر شکایت دارند و از زندگی مردم در خیابان‌ها می‌گویند. آنها خواهان کمک دولت برای یافتن سرپناهی برای خود و فرزندانشان هستند. انا دسل لازم دی هشت توخ کامل چادر بردا دردمزه دایمری بزا کانت لازم دی چادر بردا işlemez yel götürür çadır gedir bura uca bir yerdi qar uca yerdi özünüzdə görürsüz əvvəl zəngərdim 23 dənə çadır nə mə 23 dənə çadır bu ha çəndə eynə camsı 3 ay yığışıb bir dənə çadırda oturub 2 ay yığışıb bir dənə dar çadır olur məyəm heç xanavada gəl 2 yerdə yata olmaz ki bu iş. Divizyon, yeni divizyonum, sınıf, bir tane divizyonum var. Evim ne var, ne eşik var. Hamısı döcüm. Özlük, zarar, hayat sahibisi de bu halla hallada de çıxıb. Çıxmamız hara gedəcəyik. Yer yoxdur gedək, hara gedəcək. Hayat sahibini de de çıxın, kələmcə tökülüb və bundan sonra hara gedəcək. Şirakeş bir adamım. Dam tökülübdü. İndi uşağım biri səqqətdi. Uşağım kulyası ağrıyır. İndi Leylan çölündə qalmışam. Qo dövlət mənə baxsın, mənə hüquq versin, mən yerbə yer eləsin. Çöllərdə qalmışam, biyabanlarda qalmışam. Sizi demişəm, Allah'a demişəm. Sizin qışlarınıza qurban olun, bizə köməkliyəm. Burada qalsınız? Hə, burada qalıram. Mən baxalım mən. Baxsın, qırdadır, yerləşmirəm. 5 nəfər onun içində yerləşmirəm. Anda itaray kimlən keçirib kəllərimizə. O uşağın nənəvən adını qurban olun. Bax, belə ilan çölündə qalmışıq. Həmi itaray tökürüb kəllərimizə. 5 nəfər burada eləmişik. Özümüz nə üçün eləmişik qalmışıq. Bu çörtə uşaq səhərə kimi titirik əlqorumuzda. Heç zadımız yoxdur. Kollən tökürüb kəllərimizə. İtaray heç özümüzə də yetirəmirik. Bu vəziyyətdə də qalmışıq. Sizi demişəm, Allah'a demişəm. Əlizdən cəsə bizə bir dənə rəhm eləyən içində. Bizə bir dənə rəhm eləyən. Anaza köməli elər, anaza rəhm elər. Çöldə qalmışam, Leylan çölündə qalmışam. Bir xatirə o uşağa. انتقادها به مدیریت آشفته و حمایت‌های ناکافی حکومت از زلزله زدگان خوی و مناطق زلزله زده ادامه دارد. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک شهروند زلزله زده می‌گوید استاندار در جواب شکایت او که از کم بودن مبلغ وام اعطایی بنیاد مسکن گفته، پاسخ داده خب نگیرید، کسی مجبورتان نکرده.
مده آقای معتمدیان بگم آقای معتمدیان بنیاد مسکن واسه خونه من نوشته تعمیر. آقا من ظاهرا شنیدم 15 میلیون میخوام واسه تعمیرات دلاوز بدم 25 میلیون وام. آقا من 50 میلیون میدم شما این خونه رو تعمیر کنید برید داخل من بیرون. من 100 میلیون میدم به شما. من نمیگم دولت خونه من الان 200 میلیون هزینه شه. من نمیگم دولت 200 میلیون به من پول بده ولی بیاد به من کن بگه آقا این چادر این بخار برگی عزیزم نترس در از یک ماه دو ماه ما بهت مثلا وام 50 میلیون بلاغذ میدیم 100 میلیون مثلا وام مدت دار میدیم منم دل خوش میشم که دولت منو حمایت میکنه این هم خونه زندگی منه. منم به استاندار اینو گفتم که آقای استاندار آقای معتمدیان 15 میلیون به درد ما نمیخوره اینجا کشاورزن همه چند سالیه درآمد نداریم 15 میلیون به درد ما نمیخوره. پیش امام جمعه محترم شهرستان خود به من برگشت گفت کسی شما رو مجبور نکرده خوب نگیرید. منم گفتم آقا همسایه ما گفت همون خونه گفت چه پس چرا اومدی اینجا آقای استاندار؟ احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما شدن. آقای مهرابی شرایط خیلی تو خوی نابسامانه، دلیل این همه نابسامانی و این شرایط فشل امدادرسانی رو در چه میبینید؟ بخشی از این وضعیت در همه زلزله‌ها یا سوانح طبیعی قبلی وجود داشته و به هر حال با وجود همه دستورالعمل‌هایی که هست معمولاً ساختار امدادرسانی در همه سوانح طبیعی در ایران مشکل داشته از گذشته، اما در سال‌های اخیر این وضعیت بسیار مضاعف شده که از جمله دلایلش به هر حال افزایش ناکارآمدی و بی‌تجربگی دولت هست و همینطور کمبود منابع مالی که به هر حال به شدت در سال‌های گذشته افزایش یافته، اما مقامات هلال احمر یا دیگر نهادها کمتر درباره اون صحبت میکنن و برخیشون قبلا گفتن که به هر حال حتی موجودی انبارها یا لوازمی که به نوعی نیاز هست به شدت رو به کاهش است و این وضعیت ممکنه که در اتفاقات بعدی خیلی بدتر بشه. نکته دیگه نگرانی مردم از این هست که وقتی که به هر حال زلزله تموم میشه و این زمان میگذره و توجه ها از اون منطقه زلزله زده برداشته میشه دیگه اون اقداماتی که دولت برای بازسازی خونه ها یا دیگر اقدامات باید انجام بده یا پرداخت وام ها معمولا انجام نمیشه و دیگه مردم اون مناطق فراموش میشن. در مهر ماه هم به هر حال این زلزله رخ داده بود در خوی و هنوز وضعیت خانه‌هایی که در اون زلزله آسیب دیدن و وام‌هایی که باید برای اونها پرداخت بشه نامشخص است. همونطور که در فیلم‌ها گفته میشه به هر حال با افزایش تورم و وضعیت اقتصادی فعلی مردم احساس میکنن که دیگه اون وام‌هایی که دولت ممکنه به اونها بده هم کفاف بازسازی رو نمیده و از این جهت نگران هستن که به هر حال وضعیت آیندهشون به چه شکل خواهد بود. نکته دیگه هم به هر حال این برخوردها در سالیان اخیر در شبکه‌های اجتماعی به نوعی پررنگ‌تر مطرح میشه ولی خب قبلا هم وجود داشته و نمونه‌هاش در دولت آقای روحانی خب بیشتر مطرح شده، اما رویکرد دولت آقای رئیسی بر اساس ادعایی که مقامات این دولت میکنن متفاوت هست. یعنی همه مقامات دولت آقای رئیسی یا رسانه‌های نزدیک به او برخورد مقامات دولت آقای روحانی با مردم رو نکوهش میکردن و حتی صدا و سیما یا دیگر رسانه‌ها اون مقامات اون رفتارا رو منعکس میکردن، اما الان روند به هر حال در دولت خود آقای رئیسی هم در حال تکرار هست و با افزایش مشکلات به هر حال اتفاقاتی از این دست ممکنه که در آینده بیشتر رخ بده. آقای مهرابی خیلی کوتاه وقت داریم به پایان این گفتگو، چرا جمهوری اسلامی اجازه امدادرسانی مردمی رو نمیده؟ به هر حال این روند درباره امدادرسانی مردمی از سالهای گذشته هم وجود داشته و جمهوری اسلامی نگران هست که به هر حال این امدادرسانی مردم و نهادهای غیر دولتی و همینطور سلبریتی ها به نوعی باعث بشه که اونها در فضای عمومی از جهتی بیشتر مطرح بشن و ناکارآمدی خود دولت هم بیشتر به رخ کشیده بشه و مشخص بشه که به هر حال اون سازمان ها بهتر از دولت میتونن امدادرسانی میکنن از این جهت بکنن از این
این جهت با اونها مخالفت میشه. ممنون از توضیحات شما احسان مهرابی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ویلیام برنز رئیس CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مراسمی در دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن دی سی با ستودن تلاش آزادی خواهانه مردم ایران و شجاعت زنان کشور به سرکوب‌های سیاسی از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرده. به باور رئیس CIA جمهوری اسلامی در برابر خواست مردم ایران به جز سرکوب روش دیگری را نمی‌شناسد، اما این روش تنها در کوتاه مدت می‌تواند مؤثر باشد. من معتقدم در حالی که به سال 2023 نگاه می‌کنیم، خاورمیانه دوباره به عنوان مجموعه پیچیده‌ای از چالش‌ها برای سیاست‌گذاران آمریکایی ظاهر خواهد شد. بخشش درباره ایرانه. این درباره رژیم ایرانه که به نظر من به طور فزاینده‌ای نابسامانه به خاطر آنچه در ایران رخ میده. شجاعت قابل توجه معترضان در چند ماه گذشته، به خصوص زنان ایران که به نظر من از خیلی جهات خسته شدند، از افول اقتصادی خسته شدند، از فساد خسته شدند، از سرکوب سیاسی خسته شدند، از محدودیت‌های اجتماعی که به خصوص زنان ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به تنگ آمدند. آنها از فقدان کرامت به تنگ آمدن. این ربطی به ما نداره، ربطی به آمریکایی ها نداره، این درباره ایرانی هاست و آینده آنها. این درباره رژیم ایرانه که به نظر من در کوتاه مدت توانایی سرکوب مردم رو داره. اونها سرکوب رو خوب تمرین کردن، ولی من فکر نمی کنم برای آنچه در ذهن جمعیت بسیار جوان ایران میگذره پاسخ خوبی داشته باشن. 70% جمعیت ایران زیر 30 سال هستند. به نظر من نابسامانی که در داخل ایران وجود داره منجر به رفتار خارجی خشن رژیم ایران میشه. این رو در تمام خاورمیانه میبینیم. تعمیق ارتباط نظامی بین ایران و روسیه به خصوص نگران کننده است. چند هفته پیش، یعنی آخرین باری که کیف بودم، از 30 ساعتی که اونجا بودم 6 ساعتش رو در پناهگاه بودم، به خاطر اینکه ارتش روسیه 2 حمله مجزا علیه تأسیسات اوکراین انجام داد. بیشتر آنها با استفاده از پهپادهای شاهد 136 ایران، پهپادهایی که ایران به روسیه داده و از اونها برای کشتن غیر نظامیان بیگناه اوکراینی هم استفاده شده. این خیلی نگران کننده است. توضیحات دامون گلریز تحلیلگر سیاسی رو درباره صحبت‌های رئیس CIA ببینید و بشنوید. مشکل اتفاقا این هست که دولت آمریکا و دولت‌های غربی کوتاه مدت فکر می‌کنن و چون در کوتاه مدت معتقدن که این اعتراضات به نتیجه نمی‌رسه، قطعاً در حمایت‌های خودشون هم از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تزیین و آرایش افکار عمومی داخل خودشون استفاده می‌کنن به جای ابزاری برای نگاه راهبردی به حمایت مردم ایران. نمونه بارزش این هست که اگه خاطرتون باشه در آغاز این جنبش انقلابی امریکا مطرح میکرد وزارت امور خارجه که ما برای اینترنت، برای آزاد کردن امکان دسترسی به اینترنت خیلی تلاش خواهیم کرد. این تلاش مصداقی به کمتر از 200 عدد این به اصطلاح استارلینکس که از طریق ماهواره بشه اینترنت داشته باشن ایرانی ها در داخل ایران انجام. ممنون از همراهیتون. بیننده خبرهای ورزشی باشین با الهام یزدی ها. وقت خوش.